تاپ چنل آلبانی، شورای ملی مقاومت نقش پهپادها در عملیات نیروی قدس برای جنگ افروزی و تروریسم را افشا کرد. تاپ چنل آلبانی، روز چهارشنبه 6 اکتبر 2021 دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و جنبه‌های ناشناخته برنامه عظیم پهپادهای رژیم ایران را افشا کرد. در این کنفرانس سایت‌های تولید و چرخه کامل برنامه پهپاد همراه با تصاویر ماهواره‌ای، نمودارها و سایر جزئیات بصری ارائه شد. جزئیات جدید و هشدار دهنده این برنامه که توسط نیروی قدس سپاه اداره می‌شود، توسط شبکه مجاهدین خلق در داخل ایران جمع‌آوری شده است. طی 2 دهه گذشته شورای ملی مقاومت ده‌ها مورد از مهمترین سایت‌ها و مراکز برنامه تسلیحات اتمی رژیم تهران، برنامه جاه طلبانه موشکی و شبکه تروریستی آن را در منطقه افشا کرده است. در کنفرانس مطبوعاتی شورای ملی مقاومت فاش شد که رژیم ایران برای تولید پهپاد بخشی از قطعات اصلی آن مانند موتور و قطعات الکترونیک را به صورت قاچاق از کشورهای خارجی وارد کرده و بخش دیگری از آن را در مجموعه صنایع مختلف در ایران تولید می‌کند. بنابر اطلاعات به دست آمده، در مجموع 8 صنعت دستاندرکار ساخت پهپاد در ایران هستند. بخشی از این صنایع زیر مجموعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع هستند. بخش دیگر از این کارخانجات مربوط به نیروی هوافضای سپاه و دیگر نیروهای مسلح رژیم و یا در ظاهر غیر دولتی هستند. در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، صنایع هوایی قدس و صنایع هواپیماسازی ایران حسا و صنایع فجر و صنایع بصیر در تولید پهپاد و قطعات آن شرکت دارند.